علیکم. سلام برات. سپاسگزارم. تشکرم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، در سرزمین شعر، در شب نشینی های عاشقانه و شاعرانه مهمان شما هستیم. داریم به مراحل حساس مسابقه هم نزدیک میشیم. تا حالا شعرهای بسیار خوبی از 64 شاعر شنیدیم و حالا در دور دوم مهمان 4 شاعر خواهیم بود که قراره از این 4 شاعر با 2 تاشون خداحافظی کنیم و 2 نفر برن به دور سوم. استاد افتخار میدیم. گریان به آب زخم بشو خنجر مرا، گریان به آب زخم بشو خنجر مرا، زین کن برادر اسب گران پیکر مرا، زین کن برادر اسب گران پیکر مرا، ای چشم سار جوشش عزم پیامبران، ای چشم سار جوشش عزم پیامبران، ای ساحت مقدس بزم پیامبران، دستی که از تبار تو خون بیگناه ریخت، خون ریخت آنچنان که بهار از گیاهی، خون ریخت آنچنان که بهار از گیاهی، گریان به آب زخم بشو خنجر مرا، زین کن برادر اسب گران پیکر مرا. بسیار خوب، درود استاد. بله، ای غیبت غرور صبوران حضور باش، ای قدس، ای بلاد بلاکش صبور باش. برنامه امشب رو میخواییم تقدیم بکنیم به یک استاد گرانقدر معاصر شعر پارسی، یکی از بزرگترین شاعران هم روزگار ما که افتخار میکنیم در عصر و زمانه این نفس میکشیم که چون اویی هم هست و برگی بر اوراق طلایی شعر فارسی افزوده، استاد علی معلم دامغانی. استاد کاظمی، با شما شروع کنیم. من از نهایت ابهام جاده میایم. وقتی ما این مصرع را شنیده بودیم در جوانی، هیچ فکر نمی کردیم که یک شاعر در قالب مثنوی که قالب نسبتاً کهنی هست این چنین نو سخن گفته باشه. من از نهایت ابهام جاده می آیم، هزار فرسخ سنگین پیاده می آیم، هزار فرسخ سنگین، هزار فرسخ سخت، نه رودخانه، نه جنگل، نه چشمه و نه درخت. تا به آخر این شعر، و بعداً این شعر ما رو جذب کرد و بر ما، بر بسیاری از ما شاعران او زمان و شاعران حتی امروز اثرگذار بود، بسیار نیرومند. ما حتی در برنامه سرزمین شعر هم مثنوی های با وزن بلند دیدیم که عمدتا اینها متاثر بود از سبک و سیاق شعر علی معلم دامغانی که به نظر بنده یکی از بزرگترین شاعران زنده زبان فارسی امروز هست. بسیار خوب. و چون امشب شب در واقع متعلق به فلسطین و یاد قدس عزیز در سرزمین ما که این روزها هم به هر حال همه ساعات و لحظاتمون با دریغ و حسرت و نگاه به آنچه که در فلسطین میگذره سپری میشه، جا داشت واقعا که استاد افتخاری هم با این شعر گریان به آب زخم بشو خنجر مرا، زین کن. خاطر خیلی دارم از استاد معلم. خب اشعار زیادی رو من از ایشون بالاخره امتثال کردم و خاطرات زیادی هم برای مردم آفریدید. با شعرهایی شرق از مرمر تا سند به پا میخیزد، خلق از افریقی تا هند به پا میخیزد، خون تاجیک دگر جوش جنون خواهد زد، ازبک از آموی پاپوش به خون خواهد زد، هل رعد است، هلا
برق به پا خواهد خواست. امت واحده از شر به پا خواهد خواست. بله، رد خون یه رد خونه روی ایوون توی باغچه، قلف خالی خنجر پای گلدون توی باغچه. شعر خوبیه. و یه شعری هم هست، خیلی شعر بلندیست، بر حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی دو تا نه، بیشتر از یکی دو تا استاد معلم. بله فرمودن من بنده امتثال کردم برای حضرت زهرا سلام الله علیها، چون خیلی دلم خواست بیشتر اجرا میکردم برای بانو، ولی خب دیگه تا حدودی بالاخره اون چیزی که بالاخره در توانمون بیشتر بوده. این خلق از افریقی تا سند به پا خواهد خواست و لشکر واحد از شرق به پا خواهد خواست، اینو خوندید؟ منتشر هم شده؟ بله، با موسیقیشو خودم کار کردم. خب. و یه آقایی که نمیدونم حالا سفارش ایشون بود تنظیم کرد، شعر خودم کار کردم. امت واحد از شرق به پا خواهد خواست. استاد قزوه. بله، استاد معلم که جزء نوادر روزگار ما هستند، ولی این که این شبها چقدر آقای کاظمی اصرار میکنه که بیدل شاعر بزرگی است. یه بیتی از استاد معلم میخونم برای بیدل. میگه بر سخن غالب نشد چون ما معلم تا کسی ریزخار خان عبدالقادر بیدل نشد. هم اسم غالب رو میاره، بر سخن غالب نشد که ایهامی داره، غالب دهلوی، هم اسم خودش میاره، هم اسم عبدالقادر بیدل میاره، هم اسم خودش رو میاره. که این عظمت بیدل رو نشون میده که هم ایشون هم مثلا شاعر بزرگی مثل سهراب سپهری که در کتاب حسن حسینی، استاد حسن حسینی، خود حسن حسینی، اینها همه تحت تاثیر بیدل بودن. بله. خود ما همه به نوعی تحت تاثیر استاد معلم بیدل. رو اگر در یک جمله بخواید در شعر فارسی تعریف کنید چی میگید استاد؟ واقعا از علمداران شعر فارسی در روزگار ماست، نامی است که به نظر من در تاریخ ادبیات ایران خواهد موند. استاد مؤدب عزیز. خواهش می‌کنم. به دریاهای بی پایا برگردان صدف‌ها را، به ماهی‌ها، به شهر آب برگردان صدف‌ها را، بگو چیزی که پنهان آرزو دارید باید شد، بگو ساحل تهی‌دست است، مروارید باید شد. به استاد معلم، شاعر با شکوه ترین لحظات به هر حال زندگی ماست. خیلی شاعری که توفیق داشتیم در جلساتی بودیم، ایشون شعر خونده ما شنیدیم. منظومه هر رو وقتی ایشون اولین بار میخوند من بودم سرشار شعف بودیم با هر لحظه‌ای که از این شعر ادا میشد و اجرای باشکوه استاد معلم. خیلی میشه از ایشون گفت، ولی خب مجال نیست. و من مثلا ارادتی که به ایشون داشتم، موقع های مرکز موسیقی بودن، دانشجوی جوانی بودم، میرفتم میایستادم تا یه ساعتی وقت ایشون خالی میشد و حکایتی حکمتی میگفتند و میآمدیم واقعا. و ایشون هم دیدم به شعر شما لطف داشتن، یه سخنرانی مفصلی درباره اون غزل ای جان 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 جهانهای مختلف. بله، لطف. ایمان عاشقانه جانهای مختلف، یه بحث مفصلی درباره این غزل از استاد معلم من دیدم. گربه ای دیدم. اشکال نداره آمه. گربه که گربه درون مایه، چون من گربه خیلی علاقه دارم. گربه عابد. استاد بذار باش. خوشگله. و استاد فیض عزیز. بله، ما همون حوالی سال 60 و 70 و اینا، خیلی هم حوالی نشدین که من گفتم. من در قم یادمه که ما شبای ماه رمضان بود، تا صبح با دوستان میشستیم، رجعت سرخ ستاره استاد در اومده بود و با شگفتی این شعرها رو میخوندن. یکیش این که چگونه یک شاعر پیدا شده که با اون زبان سخته خراسانی تونسته اینقدر تعابیر امروزین در شعرش بیاره و تلفیقی از اینها رو درست کنه، بدون اینکه جایگاه کلان سخن بیاد پایین، در اوج زیبایی و پرمحتوا بودن. من خیلی خاطره دارم از اون شبا. الان یاد این شعر استاد افتادم که دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی
هستی فضا دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی علی بحر مروارید غم گنجور مردستان علی علی بسیار خوب. بسیار خدا سایه همه اساتید و بزرگان رو بر سر سرزمین شعر نگه داره. بریم شعرها رو بشنویم. درود. بله دیگه پیش میاد یه گربه نازنینی هم وارد استودیو شد. به قول استاد قزوه میگفت این گربه زاهده، حالا من نمیدونم گربه زاهده چون دم از اون بود گربه تنه بحث شعر و اینا بوده. گربه زاهد در شعر فارسی زیاده، اشارات دیگه ای هم هست به گربه در شعر فارسی. عبید زاکانی دیگه اگه نبود اون شعر بلنده. بله من در هند که بودم یک گربه نامه نوشتم و الان واقعا ندارم، اگر نه تو حافظه داشتم براتون میخوندم. از نسخ خطی گم شده است. در مورد حیوانات پژوهش کردن، مثلا ما یک کتاب خرپژوهی داریم، بعد میتونیم گربه پژوهی هم داشته باشیم. مثلا گفت عشق آمدنی بود نه آموختنی، گفتی که به وقت مدرسه فروختنی، آیا که چه نکته هاست بردوختنی، ای بی خبر از سوخته و سوختنی. عشق آمدنی بود نه آموختنی. اومد دیگه، حالا عشقش رسیده اومده داخل دیگه. بله اومد داخل، هیچ وقت چیزی که داخل میشه بیرون نکنید. حالا هر کی میخواد بشه، یا راش ندید یا بیرونش نکنید. یه بیتی استاد در مقدمه یه فکر کنم خسرو شیرینه که نباشد نباشر آدمی بی عشق خرسند، مباشر آدمی بی عشق خرسند، اگر خود گربه باشد دل درو بند. بله این گربه ادبیات بود، گربه ادبیات معاصر بود، آمده بود شعر ما. من اصلا در مورد گربه شعرهای زیادی است. مرگا به من که با پر طاووس عالم یک موی گربه بدنم عوض کنم. خیلی عالی، آفرین. این اون گربه بود پس. این دقیقاً گربه وطن بود و خود اینم یه رازی که حالا چرا نقشه ایران شبیه گربه است. به هر حال اینم برای عید گفته بود نگاه گربه همسایه را به حوض حیات گره زد از سر دیوار برق پولک ها. استاد کاظمی. بله اصلا احساس آدم در اون زمان عجیب تحریک میشه. من یک بار اتفاق افتاد که گربه در کوچه بود، از گربه هایی که به هر حال اتفاقا ما زیر ماشین چرخ ماشین ما شد، پاش شکست. پاش شکست، اصلا مونده بودم چه کار بکنم، یعنی واقعا حیرت کرده بودم. اتفاقا خانم گفت که خب ببینیم میره یک کلینیکی. گفتم میشه مگر؟ گفت آره کلینیکا هستن دیگه. بردیمش بنده خدا رو اونجا عمل کردن و جراحی کردن آفرین. و بازپرسی کردن و آوردن پانسمان شده، چند روزی رو نگه داشتیم و میبردیم برای تزریق و اینا برمیگردوندیم تا به جایی که رسید که این گربه دیگه راحت به درخت بالا میشد و پای سالم شده. آقا گربه نمیدونه، صاحبش هم نمیدونه، گربه نمیدونه، صاحبش نمیدونه. بله واقعا آرامش شدم. رو افتاده بود همین کار رو تو هند کردیم، خانومم چند روزی تیمارداری کرد. بسیار. یه گربه منو نجات داد از یه شب شعر رفتن. گفته بودم من نمیتونم شب شعر بیام، زنگ زده بودن گفتم نمیتونم، ولی فردا صبحش خیلی کار داشتم. فرداش دیدم ماشین آمده واسطاده جلو خونه که بیا برو شب شعر توی شهری، دو روز باید میرفتم اونجا. گفتم چجوری از دست اینا در برم؟ دیدم یه گربه، این مال 20 30 سال پیشه، دیدم یه گربه‌ای داره میره. گربه رو دنبال کردم، گربه رو دنبال کردم، یارو هم ول کرد رفت. گفت این اون شاعره نیست دیگه. استاد شما خودتون خودتون نجات دادین، گربه نقشی نداشت. شما به هر بهانه ممکن بود درید برید. آقا اون کس از اهل بشاره. ببین ما خرافی نیستیم. خب بریم سراغ اولین شرکت کننده در این شب از میان چهار شاعر امشب. اولین شاعر از گروه جناب آقای دکتر امینی است، دکتر اسماعیل امینی. یک بانوی شاعر رو به این رقابت فرستادن در کنار دیگر اعضای گروهشون. دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر انسی سادات هاشمی که برای ما شعر بخونه. Thank you.
خب امشب نوبت شیرخانیه خانم دکتر هاشمی، دکترای مترجمی ادبیات عرب و در حال حاضر مدرس دانشگاه هستن. و اصلا بهتون نمیخوره خانم، حالا ما رو ببخشید اگه شوخی کردیم استاد. بله کارت میفته و میخوای بری نمره بگی، اتفاقا ایشون همون دانشگاهی هستن که شما هستی فکر کنم. نه بابا، شعر قبلی هم که خوندن تو دو مرحله قبل بسیار بسیار مورد اقبال قرار گرفته، دوستدارای شعر خیلی واکنش مثبت بهش نشون دادن و امیدوارم که این شعرشون هم همینطوری مورد اقبال قرار بگیره. من که شعرشون خوندم خیلی لذت بردم. شما تایید کنی حتما شعر خوبیه. برای من در واقع بازگشتی به شعر بود، یعنی چون مدت ها از شعر فاصله گرفته بودم، یه خوبی این فضا این بود که خیلی برگشتیم به فضای شعر و یه استفاده خیلی خوبی که بردم این بود که یه موقعیتی فراهم شد که ما هر چقدر دلمون میخواد از استاد امینی استفاده بکنیم، هر تجی شعر داشتیم بفرستیم و خیلی سریع استاد پیشنهاد میدن، نقد میکنن و بسیار متواضعانه. استاد چه شعری قراره بخونن برام؟ خودشون بگن، خودتون بفهمید. یه شعر واقعیتش از روی یه عکس گفتم. یه عکسی بود که یه آقای رزمنده ایستاده، یه تفنگ دست گرفته، یه خانومی جلوش سرش رو پایین انداخته، دستش رو تو هم مشت کرده. یه حس خیلی قوی به من داد، تا صبح نشستم در موردش این شعر رو گفتم. دیگه حالا ایشالله که اون تصویر بتونه منتقل کنه. انشالله. امیدوار هستی به مرحله بعدی صعود کنه؟ اگه داورا با دقت گوش کنن و درست داوری کنن. آره داور خوب اونیه که به یارای من رای بدن. از اول هم خب براتون آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم در مراحل بعدی هم ببینیمتون. من ایشونو همراهی میکنم با اجازه شما که برای اجرای برنامه تشریف ببرن. بفرمایید، در خدمتید، با ما همراه باشید. خیلی خوش آمدید. سلام، من سعدم. سلام استاد بزرگوار، خیلی خوشحالم مجددا در خدمتتون هستم. خب بشنویم شعر شما رو. امروز یک عاشقانه با حال و هوای دفاع مقدس تقدیم میکنم. در واقع این شعر رو تحت تاثیر یه عکس گفتم، حالا امیدوارم که حسش رو خوب منتقل کنه. با اجازت. دقیقا ساعتی پیش از غروب روز آخر بود، هوا ابری و تو بارانی و چشمان من تر بود. چه خوب زنده. به جای دست من در دست های تو تفنگی سرد، به جای دست تو در دست من سرمای آذر بود. زنده باد، خیلی خوب. به هم دستان خود را از خجالت می فشردم سخت، برای گفتن حرفی که از صبرم فراتر بود. اگر می گفتم آن را، زامن بغضم رها می شد و از طوفان ترکش های آن قلب تو پرپر بود. نگفتم، سر به زیر انداختم. آن روزها آخر جدایی ها در اوج عاشقی رزقی مقدر بود. خیلی خوبه. صلاحت بود چشمانت به چشمی دل نبندد، آه نگاهم چکمه هایت را به جای چشمت از بر. خطر کردم، سرم را اندکی بالا تر آوردم، تراز تشنگی در چشم های ما برابر بود. نگاهم کردی و در لحظه ای بستی به رگبارم، دلم یک زخمی تنها و چشمانت دو لشکر بود. دلم لرزید، لبخندی به لبهایم نشست و بعد وداعت خنده ام را بر لبانم کشت. خنجر بود. خیلی خوب. دلم میخواست، میگفتم بمان تا آخر هفته، قرار جشن من جمعه شب میلاد حیدر بود. به من گفتی که بادمجان بم آفت ندارد که، ولی حرف نگاه خیس تو یک چیز دیگر بود. از آن گفتند گفتی راهی ولفجر خواهی شد،
از آن بود و از آن رو رمز من الله اکبر بود. تو رفتی و از آن غمگین تر از هر روز اشهد گفت. تو رفتی و از آن غمگین تر از هر روز اشهد گفت. حکایت همچنان باقی ولی پایان دفتر بود. پس از تو هر از آن شش بار با من از تو میگوید. پس از تو هر از آن شش بار با من از تو میگوید. تو حتی انتخاب رمزهایت نیز محشر. خیلی خوب. ببین تلفیقی از، یعنی اولا شعر خیلی شعر آرمانگرا، شعری که اعتقادات شاعر توش پیداست، مبارزه هست، زندگی هست، همه اینا، تلفیقی از همه اینا در یه جایی که بیشتر عناصر جنگ و دفاع و بحث جبهه و اینها هست، کلماتی مثل زامن، نمیدونم، تفنگ، رگبار، چکمه، خنجر، راهی ولفرج شدن، رمز، الله اکبر، اذان، همه اینا در نهایتا منجر به این شده که انگار اصالت بخشیدن به زندگی همه اینا، یعنی مبارزه هست، آرمان هست، همه اینا هست، ولی زندگی در قالب یک نگاه عاشقانه هم هست، یعنی همه اینها میره زیر عنوانی که باید زندگی کنیم و لذت ببریم از این زندگی، مبارزه کنیم در این زندگی، اعتقاداتمون رو باش ارزش برامون داشته باشه و اینا، همه اینا رو میبینیم و تلفیقی از همه اینا به نظر من کار دشواریه. شاید صرفا یه شعر عاشقانه گفتن اینقدر سختی نداشته باشه، احساسات و عواطف، ولی این دو تا متضاد هم بودن، یه چیزی که احساس و عواطفی که در زندگی است با فضای جبهه و جنگ و اینا، خیلی جمع این دو تا اجتماع نقیزه اینه. اینجا این اتفاق هنری چون افتاده خیلی به نفع شعر تموم کار شده. شاعر جمع نقیزه اینه، همیشه کار شاعر اینه. استاد کاظمی، ما دقیقا نوشته بودم پیوند ساحات مختلف در این شعر است، همون چیزی که جناب آقای فیض این رو تفصیل دادن و این در واقع این حرف من سوخت و من البته باز اشاره میکنم و امتداد میدم اون صحبتی رو که در مورد حضور بانوان در عرصه شعر عاشقانه ما شاهدیم که سالها شعر بانوان یا اینکه پرهیز داشتن بناگزیر از شعر عاشقانه یا وقتی که شعر عاشقانه می سرودن از منظر یک مرد، به خاطر اینکه سنت ادبی ما در عاشقانه سرایی همین بوده، یعنی بر اساس او سنت شعر می گفت، شعر عاشقانه همون فضای شمع و پروانه و گل و سنبل و اینها. ما امروز شاهد نوع دیگری و لون دیگری از شعر عاشقانه هستیم، نه تنها شعرهای عاشقانه ای که پیوند میخوره با مفاهیم دفاع مقدس، شعرهای عاشقانه ای که ممکنه در ساحات و انواع گوناگونی در موقعیت های مختلف سروده شده باشه. این که شعر عاشقانه رو ما در یک موقعیت خاص بسراییم، این خودش امتیاز میده به شعر، ویژگی میده و به خصوص این موقعیت ها چون برای خانم ها بیشتر محسوس هست که، یعنی بیشتر مطرح است که روی شعر موقعیت خاص کار میکنن، به نظرم خانم ها در این مورد برد بیشتری دارن، موقعیت بیشتر. بسیار خوب استاد مؤدب. خیلی خوب، من تبریک میگم، خیلی شعر به نظرم استادانه ایه. من یه سطری دارم با خاطرات دوره جنگ نوشتم که تو رفتی و دختران ده گیسوهایشان را دور از چشم شویشان سپید کردن. من اینا رو دیدم، بچه هایی که تو اون دوره نامزد داشتن و نامزدش رفت و شهید شد و من کودک بودم، ولی کودک هوشیاری بودم، متوجه بودم که چه اتفاقی داره میفته و این زن، این دختر پیر شد بدون اینکه برخوردار باشه از این عشق. و شما اینو خیلی خوب روایت کردین که در تمام شعر با یه صور خیالی که با عناصر جنگی عشق رو روایت میکنی، حالا هم تازگی میاره به خاطر این و هم عاشقانه دیگه چنین امکانی نیست. بله، و هم نشون میده که این جنگ در این عشق هم جاریه تا لحظه آخر که رمز رو میگی. بله، جنگ رها نکرده و مانده و حالا دیگه امتداد داره. تا من هستم جنگ برای تو تموم شده، تو شهید شدی رفتی، ولی این جنگ با ما. و چقدر شأن نزولش هم گفتن که با دیدن یک عکس اینو گفتن، این شاعره که روایت هایی رو میتونه
بگه که خودش ندیده نشنیده، ولی فقط این فراست شاعره که یه عکس این روایت رو در میاره. خیلی بله، دوستان نکات بسیار خوبی رو اشاره کردن و شعر واقعا شعر کم غلطی است. یه رمزی درش هست که اون اذان شش بار اذان هست که از خود شاعر میخوام که توضیحی بدن راجع به این، ولی از نوع عاشقانه های با نجابته که قرار جشن شب میلاد حیدر هست، یعنی به هر حال اینها به نوعی محرم هستند، ولی نگاه کردنشون جوری است که با شرم میگه اگر نگاهم چکمه هایت را به جای چشمت از بر بود، یعنی نگاه کردنشون هنوز با شرم نگاه میکنه. این قصه در لیلی و مجنون هم هست، یعنی خیلی از این قصه های ادب فارسی هم سراسر از این نجابت هاست، عاشقانه نجیبه. ما به این عاشقانه های نجیب نیاز داریم تو این روزگار و متاسفانه بعضیا دارن دامن میزنن به عاشقانه های نانجیب، عاشقانه های لوندگری، اونها رو نباید توجه کنن. وقتی که این جور شعرها از خانوم های مثل خانوم هاشمی گفته میشه، به هر حال اینها رو باید دقت کنیم که میتونه یه الگو برای نسل جوان ما باشه. یه اتفاق فرمی عجیبی هم توش افتاده، ما شعر روایی تقریبا شنیدیم دیگه، یعنی در طول زمان داره این پیش میره، ولی جالبه که این روایت فقط یک لحظه است و در واقع یک لحظه و یک عمر. یک لحظه یعنی از 14 بیت این غزل 13 بیتش در یک لحظه اتفاق میفته، ولی این یک لحظه مرور همه چیز توش هست و آینده رو هم تقریبا توش میگه، و در یک بیت یک عمری که مبتنی بر یک لحظه ساخته شده، و این خیلی اتفاق شکلی عجیبیه که در این شعر افتاده. یعنی یه رمزی میگذارن که هر الله اکبری که میشنوی یعنی که من تو رو دوست دارم، و بعد میگه حالا دیگه از اون بعد من تو رو از دست دادم، اما اذان 6 تا الله اکبر توشه، هر اذانی 6 بار دوستت دارم تو رو به من میرسونه. چقدر عجیبه این کشفش. خیلی خوب، و این تداوم این جنگه همینجوری که همینطوره هست و با تقدس هم چنان آمیخته که اصلا. استاد افتخاری، بیا به گل رخان گل آزار میشویم، بیا به گل رخان گل آزار میشویم، و یا به قطره شبنم بهار میشویم، به کوی مرغ بچگان جامه های صوفی را به جام های می خوشگوار میشویم، به جام های می خوشگوار میشویم، هنوز نازد منصور تخت بر سر دار به خون دیده او پایدار میشویم، به خون دیده او پایدار میشویم، خوشان سبو که آتش رخان ساغر گیر به باد لعل لب آبدار میشویم، قتیل تیغ تو را خستگان ضربت شوق، قتیل تیغ تو را خستگان ضربت شوق، به آب دیده ی گوهر نثار میشویم، به آب دیده ی گوهر نثار میشویم، به آب گل رخان گل عذار میشویم، و یا به قطره ی شبنم بهار میشویم. یا علی، چه انتخابی، بحر فرود بر استاد عزیز. یا علی، بی حسرت از جهان نرود، بی حسرت از جهان نرود هیچ کس صدا، الا شهید عشق از خاجو، به تیر از به تیر از کمان دوست. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش.
دومین سخن سرای امشب از قم آمده، از گروه جناب آقای دکتر علی داوودی، یک شاعر جوان. دعوت میکنم از جناب آقای حسن خسروی وقار که برای ما شعر بخوانند. شعرخوانی حسن آقای خسروی و یک غزل مثنوی و انشالله رفتن به مراحل بعدی. من روحیه گرفتم، اونا خودش که بمانه. حسن آقا ماشاءالله سرشار از انرژی، البته حق هم داره با توجه به شعرهای خوبی که داره. امیدواریم که باز در مراحل بعد ببینیم خدمتشون باشیم و ازشون بشنویم. حالا من پیشنهاد میکنم یه خورده موجزتر باشیم، یعنی خلاصه‌تر باشیم، چهل بیت نباشه. حالا من فکر میکنم که ما در ادبیات انقلاب اسلامی اونقدر معنا داریم که بعضی وقتا شعرت تو نمیشه باری معنیو به دوش بکشی، یعنی کم، یعنی کم میاد انگار کلمه. به نظر معانی خیلی از الفاظ ما بلندتره. انشالله همین فقط بتونی شروع میشه 10 20 30 40، یعنی واحد شمارشش چون دهگانیه اینجوری 200 بیت میگه. زنده باشی، برات آرزو موفقیت میکنم، امیدواری بره به محل بندی. امید به خدا، امیدواری، ما هم امیدواریم، همراهیش میکنم با اجازه. خوش آمدید به سرزمین شعر. برای دومین بار شعر شما رو خواهیم شنید و لذت میبریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. سلام و درود خدا به مردم عزیز و شهید پرور و مجاهد و اهل مقاومت ایران زمین عزیزم. خدا رو شکر میکنم که بار دیگه میتونم برای شما شعر بخونم و از شما کمال قدردانی رو دارم که ما شاعرها رو میشنوید، چون اگر شنیدن شما نباشه ما شاعرها میمیریم. و سلام ویژه‌ای هم دارم خدمت اساتید عزیز و بزرگوار و مهربان و دستگیرم و خوشحالم که مجدد توفیق شد که در پیشگاه شما بایستم و درس پس بدم خدمت. غزل مثنوی رو میخوانم تقدیم به شهید عزیز اهل ساری، شهید مدافع امنیت، شهید مصطفی نوروزی. خیلی. شهید مصطفی نوروزی در اسفند 1399 در ساحل کنارک شهر چابهار عزیز به شهادت رسید و من یک ارتباط عاطفی با این شهید عزیز برقرار کردم و ثمره این ارتباط عاطفی شد این غزل مثنوی. و با آرزوی این که آرمان همه شهدای عزیز ما که همون هم نابودی صهیونیست جهانی هست، با از میان رفتن سگ حافظ منافع غرب در منطقه ما یعنی اسرائیل جنایتکار، و از اون بالاتر مزمحل شدن هژمونی توحش غرب در روزگار ما به ثمر برسه و ما اون پیروزی بزرگ رو انشالله هر چه زودتر در مسجد الاقصا جشن بگیریم. مصطفی نوروزی این شهید بچه کجاست گفتی؟ ساری، ولی در چابهار شهید شد. بله خیلی بله. خب همه جای ایران سرای من است. بسم الله. نن سرما به حرف آمده است، چای دم کن که برف آمده است. قصه ها قصه های دیرینه، شب طوفان کنار شومینه گریه دارم،
بیا در آغوشم، نکند باز هم فراموشم. سوز مرگ است در زمانه من، گرچه سردی گرفته خانه من، باز هم لقمه بهاری هست، نان داغی سر بخاری هست. گرچه کولاک می کشد شلاق، دل من گرم آش روی اجا. شب برف است و خاطرات کهن، ننه جان کو عبای پشمی من. چای دم کن که برف آمده است، ننه سرما به حرف آمده است. خبری باز هم در آن بالاست، مهر و سجاده کو، شب یلداست. خون به دل از غم بهار شدن، شب یلدا شب انار شدن. شب دیدار یار در میقات، شب عاشق شدن شب صلوات. برف ها دانه های تسبیح هند، در زبان خدا تواشی هند. انهو خیر و ناصر و معین، باغ را در پناه برف ببین. به دل لاله ها سفیدی داد، برف آمد به دشت ایدی داد. برف از سوی ما خبر دارد، که چون این شهر را ببردارد. شهر ما داستان رنجوریست، بی نوایان در به در دارد. خاک گلهای پرپر است این شهر، چقدر داغ بر جگر دارد. سر هر کوچه روزه‌ای برپاست، سر ولی روزه بیشتر دارد. صد نفر رفتند در گودال، و در این بین یک نفر دارد. آسمان هم سیاه پوشیده است، خیمه را شام گریه بردارد. باز هم یک شهید آوردند، مادری دست بر کمر دارد. با چه روی سفید میبارد، برف از سوی ما خبر دارد. برف را رنگی از جنون میزد، آسمان داشت حرف خون میزد. باز رخت عذاب تنگ کرده، برف شهر مرا کفن کرده. شهر جز حسرتی بهاری نیست، جز غمش در هوای ساری نیست. همچنان هر از آن دوچار کسیست، مسجد شهر بیقرار کسیست. گرد خاک از خودش زدوده چقدر، زندگی را شهید بوده چقدر. مثل احمد مگر خدا گونه است، مصطفایی که مصطفی گونه است. من خاکی اگر ندیده امش، از لب چشمه ها شنیدمش. که پر از سوز مانده اسفندم، شب عید است و رفته لبخندم. جاریم مثل عشق در حرمش، از خزر تا خلیج فارس دمش. باز بیتاب ماه من دریاست، موج در موج سینه زن دریاست. غم بزرگ است و کوچک است دلم، تکه ای از کنارک است دلم. گریه دارم، دلم پر از درد است، روزم استانیم هوا سرد است. گفت پایندند میشنوی، شهدا زندند میشنوی. ننه سرما به حرف آمده باز، چای دم کن که برف آمده باز. باز هم جان به شهر برگشته، مصطفی من به شهر برگشته. شک ندارم که پیک نوروزی است،
برف این بار برف پیروزی است، انقلابی تر از من است این برف، انقلابی تر از من است این برف، سوز شبهای بهمن است این برف، برف آمد که آفتی نرسد، باغ را دست غارتی نرسد، غرب جنگل به فتنه سر نکند، شرق را زخمی تبر نکند، سخنی نیست حرف معلوم است، رد پا روی برف معلوم است، گفت صبح زمانه نزدیک است، قدس آنجاست خانه نزدیک است، کوز مستانیت بیا برویم، شب طوفان به کربلا برویم، شب دراز و هوا اگر چه بد است، مصطفی راه امن را بلد است. مرحبا خیلی خوب، مصطفی راه امن را بلد است. چه خوب که در شبی که تقدیم کردیم به علی معلم و شما فرمودید که تأثیر علی معلم بر شعر این روزگار هست، ما یه غزل مثنوی شنیدیم، درسته؟ دقیقا همین رو میخواستم بگم. میخواستیم بگیم ببخش بله. شما اول صاحب کو بقیه بگم بعد نظر خود آقای دکتر هم جز داوره هست، باید نظر ببخشید. همیشه ما چارتا میگیم ایشون میمونه. بله بله بله، از شوخی گذاشته نکته جالبی جناب آقای سیار اشاره کردن، ما این یک تفصیل کوچکی بدم در مورد استفاده از غزل در قالب مثنوی که در شعر فارسی شاید کم سابقه یا بی سابقه بوده و جناب علی معلم دامغانی اولین بار در مثنوی هجرت این کار رو میکنه و غزلی در اون تعبیه میکنه. بعد از اون شاعران دیگر هم این رو فرا میگیرن، آقای مرتضی امیری اسفندقه در بازوان مولایی این رو تجربه میکنه و کم کم میشه یک قالب رایج. و این است که بعضی از شاعران میگیم موقعیت ویژه دارن به خاطر اینکه راهی باز میکنن که کلی آدم در او میره تا به بعد از 30 سال 40 سال. اجازه هست من آخه یه بحث مفصلی در این مورد دارم، میخوام خیلی کوتاه در یک جمله بگم، این که این قالب مثنوی غزل اصلا نبض زمانه ماست. یعنی چی؟ یعنی تلفیق حماسه و تغزل بله. باید در این زمان و در به ویژه دهه 60 رخ میداد و بروز هنری پیدا میکرد. این میشود مثنوی غزل بله. چون مثنوی قالب حماسه و قصه گویی و داستان پردازی زمانمنده و غزل قالب حال و تغزله. ما در دهه 60 یعنی اصلا زمانه ما زمانه تلفیق این دو ساحت بود و این قالب هنری، حالا هر قالب هنری این جایگاه و این ترازو پیدا نمی کنه، این قالب اینقدر مهمه چون که در اینجا ایستاده. ببخشید استفاده کردم. خب استاد مؤدب خواهش مونم. اسد در دل تجربه بزرگ، از دل تجربه بزرگ استاد معلم، خب ده ها نمونه های مختلفی آمد، مثنوی های درخشان خود استاد کاظمی که واقعا من اولین بار شنیدم تمام وجودم شعف شد و اون مثنوی کفران مثلا و نمونه های متعددی آمد. یکم غزل زدگی توی دوره اخیر، سالهای اخیر باعث شده اینا مظلوم بمونن، ولی اینکه در دل اون تجربه صدای خودت رو پیدا بکنی مهمه. اینکه مثلا بعضیا سعی میکنن که عین علی معلم و پا جای پای معلم، دقیقاً این خیلی درست نمیتونه باشه. الان مثنوی قطعاً تبارش به مثنوی های معلم میرسه، ولی شاعر سعی کرده که به یه صمیمیتی و به یه چیزی برسه که به اجرایی برسه که با وجود خودش درست نسبت داره. دومین نکته رو هم بگم، شعر گفتن برای شهیدی که به گمانم از سربازان گمنامه، این عزیزان خیلی مظلومن و توفیق شعر گفتن برای اینا که هیچ وقت اسمشون نمیاد و ولی همه زندگیشون درگیره با تنش و اون راه امن در آخر بله باشه. اون راه امن هم راه امن خیلی معنیدار بود، کلیدی به این داره، خیلی جالب بود بره. یه کلیدی میده که به این بحث سربازان مصطفی راه امن را بلد است. بله استاد غزوه. بله عرضم به حضورتون، یه نکته راجع به این شعر بگم، یه نکته هم راجع به شعرهای استاد معلم.
با نکند باز هم فراموشم کرده ای رو تو این جلسه ای که با حضرت آقا بودیم یه خانوم شعر خون سه جا فعل رو حذف کرده بود با سه نقطه. اخیراً جوانها شعرها رو سه تا نقطه میذارن، یعنی کرده ای اینجا، یعنی چی بوده شعر؟ گریه دارم بیا در آغوشم، نکند باز هم فراموشم کرده ای، که این سه تا نقطه میذاره تمام. راجع به علی معلم، چون معتقد به تراث ادبی است، در بیتی که خوندم از بیدل نام برد که ما ریزخار خانه عبدالقادر بیدل هستیم، در نوعی از مثنوی‌های معلم که با وزن بلند هست تحت تأثیر میرنجات قمی یا میرنجات اصفهانی در گل کشتی است. در مثنوی بلندی به نام گل کشتی هست که من اینو از خود استادم پرسیدم و تایید کرد که پیش از استاد معلم در قرن تقریبا فکر میکنم 11 باشه، هم دوره های صائب و بیدل و اینها، ولی با وزن بلند مثنوی، با وزن بلند بر جمال چمنارای محمد صلوات الله. این مثلا یه مصرع از گل کشتیه که این اصلا ببینید چقدر نزدیکه به زبان معلم. به هر حال استاد معلم هم در میراث ادبی سیر کرده و آمده از یک مثنوی زیبا این رو پیدا کرده. و استاد فیض نکته پایانی. بله، شعر تقریبا 4 صفحه هست. من اول یه مقداری پیش خودم اظهار تأسف کردم برای شاعری که مثلا بخوای چه شعریه برای مسابقه 5 صفحه شعر مطالعه 2 صفحه بیشتر نداشتی استثنا کار میخواد بکنه. واقعا اگر یک مقدار هوشمند نبود این شاعر میتونست این شعر به ضررش تموم بشه به دلیل متول بودنش و ملال آور بودنش احتمالاً، ولی شاعر این کارو نکرده. ببینید ما برف رو میبینیم، انگار شما توی فضا هستین، برف تا آخر این برف هست، همین آقا صبر کن برف تموم شه بعد حالا میریم، هر اتفاق شما رو نگه میداره با این برف تا آخر، هر سه چهار بیت یه بار برف هست و ترجیح داره برف، شما با این برف همراهی من سرما به باشه، حالا برف تموم میشه، برف خلاصه هست، شما هم هستی، همون طور که برف هست همراه با برف تا آخر شعر هستی. و به نظر من این هوشمندی شاعر که ما رو تونسته اینقدر شعر رو به خورد ما بده. خیلی خوب. و استاد افتخاری، من خواستم ابیاتی رو انتخاب کنم. بابا یه رحمی هم به خواننده ای که میخواد شعر تو بخونه بکن. یه جایشو مثلا 4-5 بیتشو بگونه بگوی که بشه پشت سر همینا رو باشه. بیا که عکس رخ یار در پیاله ماست، بیا که عکس رخ یار در پیاله ماست، و این پیاله ز روز ازل پیاله ماست، و این پیاله ز روز ازل پیاله ماست. به رسم هدیه میان گلم نهاد، ولی عروسش قزان روز در قباله ماست، عروسش از آن روز در قباله ما. خواهیم دید شما رو در پایان این برنامه، ببینیم که رأی داوران بر حضور شما در دور بعد هم تعلق خواهد گرفت یا نه. درود باش. سلامت باش. باش. در کنار عکس استاد علی معلم دامغانی که میدونم علاقه وافری به ایشون داری و سبک شعرات هم شباهت عجیبی داره به سبک شعر استاد. البته اثر پذیرفتیم، بالاخره آدم از بزرگان از پیشکسوتان خودش اثر میپذیره و من افتخار اینو داشتم که چند سال در حوزه هنری تهران شاگرد ایشون بودم و من خیلی آدم کلاس گریزیم. کلاس ولی میذاری برای ما؟ نه مخلصیم، ولی کلاس های استاد معلم به گونه ای بود که من سعی میکردم نفس عمیق نکشم، مبادا که صدای نفسم منجر بشه که نکته ای رو نشنوم از ایشون. وامدارشونه تأثیرات همین سلوک رو هم در شعر حسن آقا
دیدیم و شنیدیم شعر نفسگیری بود در واقع، شعر سخته و پخته. حالا انشالله ببینیم که نظر عزیزان چه باشه و حسن آقا رو ما در مراحل بعدم خدمتتون باشیم. حسن آقا امیدی داری خودت به خودت؟ بله، من هیچ وقت به خودم امید ندارم، همیشه همه امیدهای من به امام زمانم ختم میشه. انشالله هرچی امام بخواد همون اتفاق بیفته. انشالله بهترین ها رو برات آرزو میکنم. مردم عزیزمون، حسن خسروی وقار 30043. مخلصیم. دعوت خواهم کرد از سومین شاعر امشب، سخن پردازی از خطه خراسان، از چناران و گروه جناب استاد مصطفی محدثی خراسانی. دعوت میکنم از جواد اسلامی عزیز که برای ما شعر بخونه. در خدمت استاد مصطفی محدثی خراسانی هستیم. توضیح می‌فرمایید در مورد شعرخوانی امشبمون استاد؟ من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان که اینطوری که سراغ دارم و شنیدم این برنامه با استقبال خوبی مواجه شده و شب‌ها ساعاتی رو بالاخره توی فضای شعر و مهر و معنویت مردم سپری می‌کنند. آقای جواد اسلامی خب از مرحله قبل توانمند و موفق عبور کردند و برای مرحله دوم که رقابت یک مقداری سخت‌تر هم میشه از خراسان آمدن با شعری که بوی حرم امام رضا رو داره و خواهند خوند این شعر رو در برنامه امشب. ای جواد اسلامی، بهترین ایامی، امیدوارم که بهترین روز تو سپری کن. عرض سلام و وقت بخیر خدمت هموطنان عزیز، مردم چناران و گلبهار. بله، مخصوصا مردم شریف چناران و گلبهار که محبت داشتن این چند روز به حقیر. هرچند حرف آخر رو داوران عزیز میزنن، ولی باز به نسبت فهم کنم در بین کارهایی که دارم این شعر کماکان متوسط به بالا هست. حالا باید دید که رأی دوستان چی هست. من فعلا تو وزن چناران و گلبهار گیر کردم. آره، از من سلام سوی چناران و گلبهار. چنگه، چه اسم زیبایی. من به همه‌شون سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم. مردم خراسان بزرگ، مردم خراسان دوست داشتنی، سرزمین احترام، سرزمین امام رضا، و اینکه برات هم آرزو موفقیت میکنم و از همه عزیزان میخوام 30043 جواد اسلامی. من همراهیش میکنم برای جای برنامه. با اجازه بفرمایید. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم جواد آقای اسلامی عزیز. زنده باشین، سلامت باشین. عرض سلام مجدد خدمت اساتید محترم، جناب استاد افتخاری و دوستان گرامی. خب امشب چی میخونی برای ما؟ چهار پاره خوندی دور قبل، درسته؟ فقط ترانه خوندم. ترانه خوندی در قالب چهار پاره، بسیار همزیبا بود. این طرف ها کجا میشه شهید؟ حفظ کردین شعر جناح ما؟ چی؟ یه ذره زل جناح. یه ذره زل جناح. خب امشب چی میخونی؟ یه غزل تقدیم به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که در حال از خراسان اومدیم. زنده باشید. سر از لبریزی نامت چنان مسرور می رقصد که جشن گندم است انگار و دارد مور می رقصد. آفرین. چه کرده جذبه چشم تو با آغوش این غربت که زائر قصد اینجا می کند از دور می رقصد. حریم آستانت بوی آهوی ختن دارد اگر عطار در بازار نیشابور می رقصد. دوتا چشم پریشان بر ذریحت بستم و حالا دوتا ماهی قرمز در پس این تور می رقصد. چنان در دستگاه شوقت افتاد اختیار از کف که در بزم همایونت کبوتر شور می رقصد. به شوق لمس دستان شما
از شدت مستی صدانه دل میان سینه انگور می رقصد. شفا از سمت آن صبح مسیحایی اگر باشد فلج دف می زند کرمی نوازد کور می رقصد. خیلی خوبه، عجب کنسرتی. خیلی خوب. از این قافیه نگذشت، یعنی قافیه کور میرقصد رو من هرچی فکر کنه آدم میگه چجوری اینو بیاره، بله، ولی تونست. بله، کور تنبور رو میتونستی بیاری، ماهو رو میتونستی بیاری، قافیه ولی ها تونست زیاد. قافیه کور رو خوب جا بندازه. درود آقای جواد اسلامی، استاد افتخاری. این خیلی گفتن داره که مردم فکر نکنن برای شاعر بودن مثلا باید حالا در یه رفاهی آدم مرفه باشه و روی مبل از این کاناپه ها بشینه و مثلا در یه باغی و بستانی شعر بگه. خب چرا نباشه؟ مگه قدیم نبوده؟ حالا اون هست. هم وزن رودکی طلا بهش میدادن. نوشابه آقای اسلامی جان، نوشابه گازدار میدن الان. آقای اسلامی شغلشون کارگر شریف شهرداری گلبهارن. کارگر شهرداری هم و نگهبان پارک. نه بگید نگهبان پارک. ببینید نگهبان پارک از دیدگاه شناسایی باید بسیار نافذ باشه. بله. کارگران عزیز، محترم، گرانقدر، بالاخره ارزشمند. اما آقا دیدبانن به جهت این که حتی اون گلهای کوچیکم رو باید مواظب باشن کسی لگد نکنه. بله. کسی برگاش رو آسیب نزنه. پس شاعرم شغلش از دیدگاه شناسایی چی باید بگیم؟ نگهبان پارک، نگهبان گل، گل، نگهبان گلبان. حالا خدا کنه همینو ازت نگیرن، زنده باشی. ما همینو نگیرم. ولی این زبان سخته و پخته، البته بگم فوق لیسانس یعنی کارشناسی ارشد ادبیات هم دارند و استاد کاظمی شما بفرمایید. بله، عرض کنم خدمت شما که من دوست دارم که به نقش آقای اسلامی عزیز در جریان‌های شعری چناران در این 20-30 سال اخیر هم اشاره بشه و در واقع اول ما باید این اشاره رو می‌کردیم. ایشون به نوعی میتونیم بگیم که برجسته‌ترین شاعر این شهر یا یکی از شاعران برجسته این شهر در طول این مدت بوده. در انجمنداری رشد و پرورش شاعران نسل بعد از خودش جوانترها سالها مؤثر بوده و انجمندار بوده و خب طبیعتاً اینجا میشه توقع داشت از مسئولین و کسانی که دستن در کار امور فرهنگی هستن که افراد رو بتونن از ظرفیت قابلیت ها و توانایی هاشون، برای کسی که فوق لیسانس ادبیات داره شاعره. از ظرفیت و توانایی های شخص در موقعیتی که امکان و قدرت و تواناییشو داره بهتر استفاده بکنم. من یک بیت از این شعرم میخونم با یک بیت بیدل وصلش میکنم و صحبت کوتاه میکنم. اون بیتی که میگه صدان دل میان سینه انگور میرقصد، جالبه این که دانای هستای کوچک دانه انگور رو به دل تشبیه کرده. بیدل هم شبیه به این داره، میگه که می پرست ایجادم نشه ازل دارم همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. او به شیشه تشبیه میکنه اینا رو. خیلی. و استاد فیض. بله، خب شعر با کلمه مسرور که شروع شده، سر از لبریزی نامد چنان مسرور میرقصد، بعدم جشن که جشن گندم است انگار دارد مورو برخصد، شروع خوبی داره و با همین سرور و شادی پایان پیدا میکنه. شما از شفا از سمت آن صبح مسیحایی اگر باشد فلج دف میزند کرمی نوازد کور میرخصد. یه مقداری هم طنز من فکر میکنم حتی به این اضافه شد در کنار اون سرور خاصی که داره، یه درجه هم از طنز رو اینجا به هر حال میبینه، ولی نه در تعریف طنز که ولی خوش نشسته تازیانه حتما بر گرده ستمگری باشد و فلان، نه، ولی به هر حال یک رگه هایی از شوخ طبعی در این کر و کور که به این شکل بیان کردنش که شاعر اگر یه ذره حواسش نبود ممکن بود خوشایند هم طنز ناخواسته ای که مخله. بله. چون گاهی ما برای گفتن این کلمات یه مقداری درنگ میکنیم، بگیم مثلا کر کور مثلا اینا، ولی اینجا یه شکلی آورده اینو که خیلی به نظر بد نمیرسه و طنز کمکش کرد. با این تناقضه توش هست دیگه، کر می نوازه. بله. خب و استاد قزوه. عرضم به حضورتون شعر خیلی خوبی بود آقای اسلامی، مبارک باشه. باز هم با یه کار خوب آمدید شما. سر از لبریزی یا سرشاری هر دو جواب میده.
سر با تکرار سر میتونه سرشار باشه، لبم به هر حال یکی مراعات نظیره. اما در بیتی که آوردید دو تا مراعات نظیر هیچ وقت نیارید، دو تا کمه. مثل یه میز که پایه‌هاش با دو تا وا نمیسته، یا مثلا میشه سه تا باشه یا چهار تا باشه. اون لب و گندم بیشتر میدونم. ببینید سر و لب دیگه چی هست؟ گندم و لب. گندم و مور. گندم و مور. اونم جشن و رقص. نه، از یک جنس من میخوام بگم سه تا، از یک جنس بتونید سه تا بیارید خیلی خوب، ولی اونم میشه. یعنی به قول معروف دوگان دو زلی آوردید، سه زلی هم حتی میارن. یه خانومی اینجا شعر خوند سه تا داشت، خیلی خوب استاد مؤدب. خوب بود. آقای اسلامی رو با شعرهای خوب و حماسی و پر از درد میشناسیم. این شعر سخت رقص میرقصد در قافیه، کار سختیه، ولی از پس بر اومدن. یه جاهایی یه ذره من مثلا اون بیت تور یکم تناسب ها شاید شد چیز کرد. در مورد اون بیت تور کجا بود استاد؟ دو تا ماهی قرمز در پس این تور میرقصد. آره تاش خوب نیست، ولی چشمای چیز دیگه وقتی میره زیارت میکنه چشا قرمزه. آره ولی خب بالاخره ماهی قرمز رو برای این بیاره. قافیه مهمترین کلمه بیته و هر دو مصرع باید باهاش پاسکاری جدی داشته باشن. این یکم کمه. اون بخش مصرع پایانی هم به نظرم خوب شده، ولی طنز ناخواسته مخلی نداره، ولی شاید برای فرود یه شعر اینطوری انتخاب خوبی نباشه. که تو همون اون میتونست یه لحظه شادی باشه تو این لحظات و یه فرودی در خور مطلع باشه. خیلی شاید خوب. بهتر میشه. خیلی خوب استاد افتخاری. سر از لبریزی نامت چنان مسرور میرقصد که جشن گندم است انگار و دارد مور میرقصد. چه کرده جذبه چشم تو با آغوش این غربت، چه کرده جذبه چشم تو با آغوش این غربت، که زائر قصد اینجا می کند از دور می رقصد. حریم آستانت بوی آهوی ختن دارد، آهوی ختن دارد، اگر عطار در بازار نشابور می رقصد. دوتا چشم پریشان بر ذریحت بستم و حالا دوتا ماهی قرمز در پس این تور میرقصد، در پس این تور میرقصد. چنان در دستگاه شوقت افتاد اختیار از کف که در بزم همایونت کبوتر شور میرقصد. آوی به شوق لمس دستان شما از شدت مستی صدان دل میان سینه انگور میرقصد. شفا هستم چون صبح مسیحایی، اگر باشد فلج دف میزند کرمی نوازد کور میرقصد. احسنت. احسنت. خیلی عالی. شما رو خواهیم دید در پایان این رقابت در جمع چهارشاهه. شعرهای خوبی امشب داریم. خب ای جواد اسلامی، ظاهرن که ناکامی. ظاهرن نه، هنوز به ظاهرنش نرسوده. رای دوباران عزیز انشاءالله تا ببینیم چی هست. امیدواریم که ناکام.
از کار خودت راضی بودی؟ به هر حال هر شاعری اگه از اون شعر راضی نباشه جز به شعراش نگه نمیداره و اصلا جایی نمیخونه. این نشانه اینه که از اون شعر کمایی که شعر رضوی باشه، که من خودم بیشتر چون همسایه و زیر سایه آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام هستم، من فکر میکنم وظیفه من مدح ایشون هست و شعر گفتم برای ایشون هست. حالا گاهی اگر وقت کردم شعر عاشقانه ای هم بگم. و تو جایی که من یادم هست توی شعرخوانی هایی که دور اول و دوم داشتیم تا حالا شعر رضوی شما یادتون میاد؟ خونده نشده بود، فکر نمی کنم. این متبرک کرد فضای سرزمین شعر رو به سرزمین خورشید و خراسان و قبلی خانمی از هندی جان دیشب بود اون شعر بر آره یه گفتگویی با امام رضا داشتن. درسته درسته. خب خوب بود به نظر من، اجرای های اسلامی هم خوب بود، شعر هم خوب بود. دیگه باید منتظر باشیم تا داورن تو مقایسه که میکنن بریم چه نظر. امیدواریم برنده ما شما باشید. 3043 جواد اسلامی. یا علی بند. شب خوش و شیرینی شده با شنیدن شعرهای بسیار خوب از شاعران این سرزمین که سرزمین شعر. رسیدیم به آخرین شاعر امشب. دعوت میکنم از گروه سرکار خانم فریبا یوسفی که یک بانوی شاعر رو تا این مرحله همراهی کردند که برای ما شعر بخواند. سرکار خانم، آرزو سبزوار قهفررخی. سرزمین شعر چه آوردی ارمغان؟ بارانی از تراوت و گلهای ارغوان. این بیت از سرکار خانم نغمه مستشار نظامی بود که اختصاصاً برای برنامه سرزمین شعر سروده بودن. خب خانم یوسفی از شرکت کنندتون بگی. در خدمت خانم آرزو سبزوار قهفررخی هستیم و قرار هست که یکی از غزلهای زیباشون رو برای ما بخونن. خانم آرزو سبزوار شاعر مجموعه شعر بسیار ارزنده لبکوک هستند و این کتابشون هم برگزیده جایزه قیصر و برگزیده جایزه حسین منزوی بوده. به به، تبریک میگم بهتون. بفرمایید در خدمتون هستیم. حال و هوای سرزمین شعر که واقعا حال و هوای ویژه‌ای هستش برای شاعران در این چند روز گذشته و به شخص من واقعا با قرار گرفتن در این فضا یک جورایی حالا اون حس شعر نوشتن و حالا طبع آزمایی هایی که در گذشته هم انجام میشد کمی بیشتر شده و احساس میکنم که اون غلیانی که از درون هر شاعری باید در واقع بیرون بیاد و به شکل شعر در واقع سروده بشه، این فضا رو سرزمین شعر ایجاد کرده برای تک تک شرکت کنندگان. الهی شکر که این بستر آماده شده. و شما از شهر کرد تشریف آوردین؟ از شهر فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری. خیلی مردمان مهمان نواز داره، از همینجا سلام به مردم عزیز قهفررخ، شهر کرد و چهارمحال و بختیاری که مهمونشون بودیم سالهای پیش و بسیار مهمان نواز بودند و همه مردم سرزمین ایران، سرزمین شعر. اگر از شعرخوانی سرکار خانم آرزو سبزوار قهفررخی لذت بردند و پسندیدند و به قاب دلهاشون نشست، نام آرزو سبزوار قهفررخی رو به 3043 پیامک کنند به عنوان برگزیده‌شون و ما هم امیدواریم شما رو در مراحل بعدی ببینیم. با توجه به این برگزیده‌هایی که گفتید، جایزه‌هایی که بردن، جایزه‌های معتبر ادبیه، یعنی کار هر کسی نیست جایزه قیصر امینپور و جایزه حسین منزوی رو برنده بشه و برگزیده بشه. من تبریک میگم و بسیار امیدواریم به صعود شما به مرحله بعدی. متشکرم از شما، همینطور سرکار خانم یوسفی. یا علی مدن. خدا نگهدار. خیلی خوش آمدید. متشکرم. عرض سلام، ادب و احترام دوباره دارم خدمت
داوران محترم جناب آقای سیار و استاد افتخاری بزرگوار و واقعا خوشحال هستم که مجدد شما رو میبینم و همچنین سلام دوباره دارم خدمت بینندگان محترم برنامه که تا اینجا بسیار در واقع همراه بودند و ما رو همراهی کرد. بازخوردهای خوبی گرفتید از مرحله اول؟ بله بسیار زیاد. خیلی خوب. قهفررخ میدونید که یکی از شعرهای شاعرخیز ماست. بله. حتما دنبال میکنند. خانم کبرا موسوی هم از اونجاست، شاعر بسیار خوبی بوده. بله. بله های افضلی قهفررخی. مرداد افضلی. بسیار خوب. بشنویم. خواهش میکنم. باز هم غزلی عاشقانه تقدیم حضورتون میکنم. قدیمی و شکننده، علاقمند به هم. قدیمی و شکننده، علاقمند به هم. دو تا پیاله گل سرخ میخورند به هم. خیلی خوب. دل شکسته گل سرخ کاسه چینی است که سخت میشود آن را شکسته بند به هم. دو هم سکوت، دو هم چشم از دو شیشه تار، دو قاب عکس قدیمی که زل زدند به هم. خیلی خوب، برکنم. عجیب نیست بیفتد گذار مهر به ما، عجیب نیست بیفتد گذار مهر به ما. مباد آن که گذار دو خود پسند به هم. دو لب دو لولی آشفته را بگیر اسیر، بدون فکر دو دیوانه را ببند به هم. من و تو را چه به حرف و حدیث مردم شهر، چه گفتند ز ما غیر نیش خند به هم. تو روز اول تیری و من شب یلدا، تو روز اول تیری و من شب یلدا. چقدر آمدند این دو قد بلند به هم. بسیار خوب، درود. خیلی خوب، خیلی خوب. استاد قزوه خیلی خوبه. باز همون ماجرای فعله که سخت میشود آن را شکست بند به هم، بند بزند رو با سه نقطه خواستید جبران کنید. این رو یه اپیدمی شده در واگیر شده در شعر امروز ما. برای هر شاعر یک بار نداره سپید خانی و نمیدونم از اینجور اصطلاحات برای این کار میبرن. بله. و عرضم به حضورتون چقدر آمده اندم که به جای چقدر میآیند جایگزین کردید، خیلی بهتر شد و شعر خوبی بود. سپاسگزارم. استاد فیض. بله بازم بحث ردیف و ایناست که بازم ردیف هم. آره هم نه بله. با هم و به هم و از هم و اینا داشتیم. اصلا اینجوری ردیف ها واقعا تو این انجمنها به قول معروف اصطلاح عامیانه شده که رو کم کنی شاعرها استفاده میکردن که ببینیم که چه کار میتونن با این ردیف سخت بکنن، چون واقعا کار سختی ردیف حروف اضافه مثلا قید مثلا اینها خیلی دشواره. یعنی آدم وقتی واردش میشه ببینه چقدر سخت این هم برمیگرده تو به جواب بده و اینها. هر کی از عهده چون این کاری بر بیاد، غیر از حالا محتوای عاشقانه‌ای که داشت بسیار زیبا بود، به هر حال هنرنمایی کرده. بسیار خوب. استاد کاظمی. در این غزل چیزی که به نظرم قابل توجهه که البته بنده در مورد شعرهای دیگری از بانوان شاعر هم عرض کردم، اینه که به رفتارها نگاه میکنه شاعر و این خاصیت جالبی در غزل عاشقانه میتونه باشه. در شعر عاشقانه ما به جای این که مثلا فرض میکنه جسمیت پیدا کنه شعر، میبینی که اون حس ها بیشتر بیان میشن، رفتارها بیشتر بیان میشن. یک نمونش منو حالا اینجا خیلی وقتا رفتارهای بین عاشق و معشوق، بعضی وقتا رفتارهای دیگران حتی. منو تو را چه به حرف و حدیث مردم شهر، چه گفتند به ما غیر نیشخند به هم. خیلی خوب. استاد مؤدب. خیلی خوب. باز تأکید کنم که ادبیات عاشقانه بسیار بسیار
بهش محتاجیم برای داشتن یه جامعه سالم، ادبیاتی که عشق رو روایت کنه. در قلبه روایت ادبیات رزمی، ادبیات گونه‌های دیگه، نباید ادبیات بزمی، ادبیات عاشقانه رو تضعیف کنه، وگرنه یه اختلالی در مجموعه نظام فرهنگی اتفاق میفته. دقیقاً. عناصر خیلی خوبی استفاده کردید، مثلا اون پیاله‌های گل سرخ که خاطر انگیز مشترک، برای غنی‌سازی بیشتر این نوشعرها حوزه‌های زیادی داریم که میتونه همزاد پنداری بیشتر ایجاد کنه. عرض کردم که تاریخ، مذهب، اقلیم، یه نشانه کوچیک که بیاد همزاد پنداری، هم دلی مخاطب با شعر خیلی بیشتر میشه. ولی شعر موفق و خوبیه. خیلی تشکر. بسیار خوب. استاد افتخاری عزیز. قدیمی و شکننده علاقه من به هم، قدیمی و شکننده علاقه من به هم، دو تا پیاله گل سرخ میخورم به هم، دل شکسته گل سرخ کاسه چینیست که سخت میشود آن را شکسته من به هم، قدیمی و شکننده علاقه من به هم، دو تا پیالی گل سرخ میخورن به هم، دل شکست گل سرخ کاسه چینیست که سخت میشود آن را شکسته من به هم، دو هم سکوت دو هم چشم از دو شیشه تار، دو قاب عکس قدیمی که زل زدن به هم، عجیب نیست بیفتد گذار مهر به ما، عجیب نیست بیفتد گذار مهر به ما، میان آن که گذار دو خود پسند خیلی خوب. خیلی زیبا. شما رو خواهیم دید در پایان این رقابت. دقیقاً ساعتی پیش از غروب روز آخر بود. هوا ابری و تو بارانی و چشمان من تر بود. چه خوب بود. به جای دست من در دست های تو تفنگی سرد، به جای دست تو در دست من سرمای آذر بود. زنده باد. خیلی خوب. نن سرما به حرف آمده است، چای دم کن که برف آمده است، قصه های دیرینه شب طوفان کنار شومینه گریه دارم، بیا در آغوشم نکند باز هم فراموشم، سر از لبریزی نامت چنان مسرور می رقصد که جشن گندم است انگار و دارد مور می رقصد. آفرین. چه کرده جذبه چشم تو با آغوش این غربت که زائر قصد اینجا می کند از دور می رقصد. قدیمی و شکننده علاقمند به هم، قدیمی و شکننده علاقمند به هم، دو تا پیاله گل سرخ میخورند به هم، دل شکسته گل سرخ کاسه چینی است که سخت میشود آن را شکسته بند به هم. بله، شبهای شعرخوانی ما بیفروغ نیست، واقعا شب پرفروغی هم بود از جهت شنیدن این همه شعر خوب، بیت‌های ناب، و حالا باید ببینیم که در نهایت
دو شاعری که با ما همراه خواهند ماند در مرحله بعد کدام دو شاعرند و دو شاعر هم که خداحافظی خواهیم کرد. از بین این چهار شاعر اول میرم سراغ بانوان شاعر. از بین دو بانوی شاعری که برای ما شعر خواندن به عنوان نفر اول این رقابت چهار نفره اعلام میکنم سرکار خانم انسی سادات هاشمی به دور بعد راه پیدا کرد. تبریک میگم. و نفر دوم امشب که با ما همراه خواهند ماند در دورهای بعد باز هم از بین خانوم ها سرکار خانوم آرزو سبزوار قهفرخی هم به دور بعد راه یافت. بله، البته که این قضاوت بر اساس همین شعری بود که امشب شنیدیم و الا قضاوت کارنامه شاعری شاعران بحث جداگانه است و تاریخ قضاوت خواهد کرد. دعوت میکنم از جواد اسلامی و حسن خسروی وقار هم که بله بالا بیان و خداحافظی کنیم باشون. خب اول و آخر به نام خدا، خداحافظ. دیدیم که آرزو سبزوار قهفرخی از گروه فریبا یوسفی، جواد اسلامی از گروه مصطفی محدثی خراسانی، حسن خسروی وقار از گروه علی داوودی و انسی سادات هاشمی از گروه اسماعیل امینی با یکدیگر رقابت کردند و از این میان آرزو سبزوار قهفرخی، انسی سادات هاشمی رسیدند به مرحله بعد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدا به مردم عزیز ایران نازنینم. خدا رو شکر میکنم که در سرزمین شعر تونستم دو شب مهمون خونه های شما عزیزانم باشم. به هر حال شعر است و سلیقه داور، و اما مهم اینه که شما لطف کردید و منو شنیدید و امیدوارم که از این پس بتونم شعرهای بهتری بگم، بیشتر به چشم امامم بیام و در ضمنش به چشم شما مردم عزیزم بیام. عرض سلام و تبریک مجدد، آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان بیننده. جواد اسلامی هستم، شاعر و ترانه‌سرا. سعادت اینو داشتم که ضمن حضور در این برنامه خیلی خوب خیلی از دوستان قدیمی رو زیارت کنم. خب داوری ها، ما که اینجا شرکت کردیم یعنی به این دوستان داور اعتماد داریم و ممکن هست با هر سطحی از شعر اینجا شما بیاین اما داوری ها متفاوت باشه. بسیار برنامه خوبی بود و اصلا مسئله داوری رفتن یا نرفتن دوستان مطرح نیست، لااقل از نظر ما که به هر حال بودیم مدت سالها حدود 30 سال با هر یک از این اساتید بودیم و امیدوارم که این برنامه تداوم داشته باشه در سالهای بعد و شاهد درخشش استعدادهای جوانتری در این برنامه باشیم. روز و روزگار شما خوش.